سلام خوش آمدید به دیدبان فرناز غازی زده هستم این هفته مسعود بهنود از کشتار روزنامه‌نگاران در پاریس خواهد گفت تا پیشنهاد همه پرسی حسن روحانی در تهران و در ادامه این برنامه به سوالات شما درباره گزارش ختنه زنان در کردستان اخبار مربوط به تجاوز و کیفیت صدای گزارش‌های ویدیویی پاسخ حالا ما به اتفاقات پاریس از اون اتفاقاتی هست که برای غربی ها و روزنامه های غربی خیلی بزرگ بود یعنی اگر نگاه بکنید در یکی دو روز گذشته روزنامه ها صفحه یک صفحه های میانی مطالب متنوع و متعدد به این موضوع پرداخته بودند ولی از ظهر چهارشنبه ماجرا شروع شد و در پنج شنبه صبح تقریبا هیچ روزنامه در دنیا نبود که مگر در خاورمیانه البته در ایران هم استثنا نبود روز پنجشنبه در ایران فقط یک دو تا روزنامه در صفحات اول خودشون گذاشتن بعضی روزنامه که اصلا نذاشتن خبر بعضی ها با تحلیلی همراه کردن تحلیل رایج هم این هست که اینها داعشند و داعش همون گروهی است که فرانسه اصرار بر حمایتش داشت به دلیل زدیت و بشار اسد بنابراین انگار که صحنه از اون شدت و حدتی که در بقیه جاهای دنیا هست با این تحلیل کاسته میشد اما به هر حال موضوع همچنان برای دنیای روزنامه‌نگاری مهمترین موضوع یه نگاه دیگه هم فکر میکنم در ایران این بود که این مجله خاص مجله فکاهی بود که کاریکاتورهای مربوط به حضرت محمد را هم میکشید و این هم یک دلیل دیگه بود که خیلی از روزنامه‌ها یه مقدار با فاصله بهش نگاه بکنم ببینن که بقیه چی میگن میشه راجع به صحبت کرد نمیشه راجع به صحبت کرد بله البته خب به حال این امر هستش روزنامه ما البته چون روی حضرت محمد نیست اونجایی که من دیدم تاکید چونه که رو مقدسات نباید بله. این کارو کرد یعنی به پیغمبرای دیگه هم اشاره میکنه درسته بذارید روزنامه اول هفته رو ببینیم قانون روزنامه قانون که بعد از 8 ماه که توقیف بود منتشر شد میبینید که این گزارشی رو که مسعود بوربور تهیه کرده بود از یک دختری به اسم شوخان قبل از اینکه تعطیل بشه به این دختر رسیده بودن شوخان گویا به کردی یعنی شادی و او در سر یک اشتباه پنسیلین بیستادن در حال که اساس بوده و وقتی شهرش رو پدرش میگه خیلی نگران کننده هم هستش که در اونجا با تراکتور و اینا شبونه بعضی از درد و زخم همه بچه به حال چشماش از دست داده به حالا در انتظار دکتر دیگه است که او داره شفا بخشش میشه و داره جراحی میشه برای اینکه جوش اونو کرده گزارش اصلی چه جالبی است برای گزارش اول و بله اولین روز روزی که بعد از تعطیل شما باید داشتین سر کار روزنامه بعد رو ببینیم روزنامه فرصت امروز ببینیم فرصت امروز, ببینیم فرصت امروز که روزنامه است که فرصت اقتصادی و مدیریتی اقتصادی هست به اقتصاد منی جز هم کمتر میپردازه الان دارید میبینید که مسائل هنری رو به اقتصاد اقتصاد مجموعه هنر رو و ادب رو در حقیقت یعنی هم موسیقی هم مثلا فرض کنید کتاب تازه احمد شاملو عکس مظفرین برای این اونجاست سفرنامه تاریخی که شاملو نوشته بود در زمانی که در امریکا بود و در همین سال چاپ نشده بود این هفته منتشر شده برای اول بار به هر حال می‌بینید که فرصت امروز یه ذره البته از خبر دوری میکنه ولی به طور کلی نشون میده که خبر هم نیستش تو شهر اون طرف البته اون تیتر جالبی از سایه های چینی بر سر تولید بله گزارش،, گزارش های خودشه داره ولی خبر روزی که خبر بسا خبرگزاری و خبر یک باشه بله از اکسه که کشم معلوم است بعدی رو ببینیم اعتماد خب از این روز شنبه آقای روحانی بعد از اینکه در همایش اقتصاد صحبت کرد موضوع همایش رو به خصوص روزنامه های اصلاح طلب گرفتند و بعد روزنامه های اصولگرا ناچار اومدن سراغش به عنوان مخالف اونها اول سعی کردن که بگن که این مهمترین حرف آقای روحانی نبوده است مسئله باعت... همه پرسی برای کسایی که پرسی. نمیدونن توضیح بدیم که آقای روحانی یه پیشنهاد داد که میشه مسئله هستی رو به همه پرسی گذاشت حتی مسئله هستی رو تو رو محکت ایشون گفتش که این همچین ظرفیتی در قانون اساسی هست میشه از این ظرفیت استفاده کرد روزنامه اصلاح طلب تفسیر رو این اینطوری کردن ام. وقتی که دولتی مثل دولت روحانی به سر کار یه قولی مردم بده بخواد اون قول رو انجام بده ولی یه اقلیتی نذارند در این حال معلوم میشه گرفتاری هستی جای دیگه بهترین راهلش این که بریم از مردم بپرسیم این اصله و به همین دلیل هم هست که حالا این ابتکار رو هم ببینید به که چهارشنبه روزی بودش که مجلسی حالا شوخیش هم خواهیم گفت آخر برنامه ام. مجلسی آقای ظریف رو کشوندن اونجا آقای ظریف هم رفت و وایستاد از هیچ چیزی هم کوتاه نیامد از هیئت دفاع کرد و بعدم رأی اعتماد گرفتند و برنده شد روزنامه ابتکار نوشته پاسخ ظریف به سوال جواد جواد قدوسی جواد قدوسی باید. دیگه بالاخره ایران رو ببینیم ایران دیروز یکی از دو تا روزنامه بودش که حادثه پاریس رو در صفحه اول خودش گذاشت ناچارم که این رو بگم که در بین انواع گزارش هایی که از پاریس تو روزنامه منعکس شده است گزارش ایرنا که ایران هم طبیعتا منعکس کرده خون سرطرینه. گزارش ها بود بله برمیگردیم به این بحث و همین در واقع اتفاقات پاریس اما این هفته سوالات زیادی که به دست ما رسیده در مورد موضوعات مختلف رو موضوع این برنامه قرار دادیم از گزارش خطنه زنان در کردستان و اینکه چرا بی بی سی فارسی گزارش‌های زیادی درباره روابط جنسی داره انتقاد شده بود همچنین نامه داشتیم که بعضی از مخاطبان از کیفیت صدای ویدیوهای بی بی سی فارسی شکایت داشتن پاسخ سوالات تا لحظه‌ای این تبلیغ آموزشی قرار است به زودی در تلویزیون کردستان عراق پخش شود این روزها به همت تبلیغات و فرهنگسازی همه میدانند چرا ختنه زنان نه فقط غیر اخلاقی بلکه غیر است طبق های ما 70 درصد زنان در کردستان عراق ختنه شدند که دولت همین آمار رو تایید کرده اما تحقیقات تازه ما نشون میده که بین دختران تازه به دنیا آمده تنها بین 5 تا 10 درصد احتمال ختنه شدن وجود داره که این موفقیت بزرگیه شما ختنه شدید شما شدید شما شدید ختنه بوی شما شدی؟ الان دو نفر شدن دو نفر نشده. نشستن در جمع زنانی که درباره مسله شدن آلت خود درد و دل کنند کم چیزی نیست پدیده مسله کردن آلت تناسلی زنهای کرد برای نصرهای آینده اینجا این پدیده خاطره ترخ ولی خوش خواهد بود خب چند ایمیلی رو که اتفاقا درباره این گزارش گرفتیم براتون میخونم مراد نوشته چرا از همه موضوعاتی که میشد خطنه زنان رو در کردستان انتخاب کردین چرا جنبه های مثبت جامعه کردستان رو نشون نمیدید در خیلی موارد کردستان عراق یکی از بهترین مکان برای زندگیه امین هم باشه اشاره به همین گزارش یعنی گزارش خطنه زنان گفته خجالت آوره که از چند زن خیلی مستقیم پرسیده بشه که آیا خطنه شدند یا نه به نظر من سوال نامناسب و بیموردی بود بی بی سی فارسی در مجموع گزارش هایی که از کردستان عراق داشته سعی کرده که جنبه های مختلف زندگی مردم منطقه رو که این روزها دستخوش تحولات زیادی هم هست پوشش بده از اقتصاد پویا و روبروشت منطقه تا زندگی شبانه و تفریحات مردم کردستان گزارش خطنه زنان در کردستان عراق هم نگاهی داشته. به مبارزه با سنت ناقص کردن اندام جنسی زنان که نشون میده سالها مبارزه در این زمینه موفقیت چشمگیری هم داشته حالا آمار نشون میده که درصد کمتری از زنان مورد این خشونت قرار میگیرن طبیعتا آگاهی رسانی درباره مسائلی مثل ناقص کردن اندام جنسی زنان بدون صحبت کردن با اونها و گفتگوی مستقیم با قربانیان میسر نبوده زنانی هم که مقابل دوربین بی بی سی نشستن با میل و رغبت خودشون درباره این تجربه صحبت میکنن بذارید موضوع بعدی رو ببینیم چه بوده احمد پرسیده چرا انقدر اخبار مربوط به روابط جنسی رو پوشش میدین تو پاکستان یه مرد به دختر تجاوز میکنه یک ماه در صدر خبر هاست یا در هند یک خانوم مورد تجاوز قرار میگیره هی خبر رسانی میکنید اخبار مربوط به تجاوز و آزار جنسی یا که ما در مورد زنان اتفاق میفته می یا حتی میتونن مردان قربانیش باشن خشونت جنسیه که با یک رابطه جنسی که با میل و رضایت دو طرف باشه طبیعتا فرق میکنه پوشش خبری این خشونت ها هم از مواردیه که تمام رسانه های دنیا به اون میپردازن دنبال کردن این خبرها و اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم درباره خشونت جنسی بخشی از وظایف رسانه هاست ضمن اینکه پوشش خبرهای جهانی بخشی از کار یک رسانه است از جمله بی, بی سی فارسی اما مسئله دیگه یک مسئله تکنیکی علی نوشته چرا یه فکری به حال کیفیت بد صدای ویدیوهاتون هاتون نمی کنید خیلی هاشون مشکل اساسی دارن خب ما این مسئله رو هم با یکی از ادیتورهای اتاق خبر در میان گذاشتیم کیفیت صدای تمامی ویدیوها به گفته ادیتور ای بخش خبر حتما قبل پخش کنترل میشه اگه احیانا صدای کیفیت نامطلوب داشته باشه مثلا مصاحبه با اسکایپ یا تلفن انجام بشه و استاندارد قابل, قابل قبول بی, بی سی رو نداشته باشه حتما شنیدید که قبل یا بعدش از بینندگان عذرخواهی میکنیم اما ادیتور اتاق خبر یک موضوعی را اشاره کرد شاید بد نباشه این رو هم چک بکنید میگن که ممکنه بعضی از این مشکلات صدا به گیرنده های شما مربوط باشه یعنی بسته به این هست که از چه کانال ماهواره دارید برنامه های بی بی سی رو دنبال میکنید بعضی از کانال ها صدای خوبی ندارن خب بریم کارتون های این هفته رو ببینیم کارتون این هفته مسئله زنان توجه زیادی بوده به مناسبت مختلف ده. اولش کارتون فیروزه مظفری رو ببینیم که دو سه تا کارتون در هفته پیش کشیده بود که به موضوع روز نزدیک شده بود این مال روزی است که مجید درخشانی رو موقع سفر به بیرون کشور معلوم شد ممنوع خروج علتش هم همراه بردن خواننده زن ذکر شد بعد از اینکه ایشون تیمی از شاگرداش جمع کرده است که خانم هستند دو. همه ارکستر خانم هستند ظاهرا این اشکال پیدا کرد بله بعدی ببینیم کار آروین آروین به اون بحثی پرداخته است که این هفته وجود داشت بعد از اینکه ناجا اعلام کرد که خانم ها باید لباسشون چه اینو چنان باشد بله و بعد در اون ظاهرا اشاره شده بود به اینکه شاید در مورد رنگ هم محدودیت های باشه بعد خانم مولاوردی گفته بود که در مورد رنگ محدودیت نیست آروین این دختر جوان رو کشیده است که رنگ داره دیگه رنگ روزگار داره بریم سراغ کار مهدی عزیزی مهدی عزیزی دست فروشا و این حمله به دست فروشا ظاهرا ناراحتش کرده میگه که این دستش رو گذاشته داره میفروشه یعنی در حقیقت از سر فقر است دست فروشی به این اعتراض داره, داره. خب بریم سراغ برگزیده ها من فکر کردم که این دفعه صفحه اول چند تا روزنامه رو با هم دیگه ببینیم ام. چون صفحه اول روزنامه ها ببینید اصولا شما دارید مردم امروز رو میبینید که دومین هفته هست این کار کیه کار ب... 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 بزرگمهر حسین هست و شما اصولا هم خود کار رو هم شکل قرار گرفتنش تو صفحه بله. این ز... صفحه روزنامه خب جذابه این, این رو, رو میز روزان فروش نمیشه نخرید ام. یا ندید در حالی که نیمی از روزنامه های تهران هنوز فرمت دوره حروف سربی خودش رو نگه داشتن اطلاعات کیهان، ابرار، جمهوری اسلامی حتی بعضی از این, این جدیدی هم اما روزنامه وطن امروز رو که ما به دلیل محتواش معمولا کمتر میبینیم ببینید که در این هفته با این صفحه اول خودش م. و در روزی که حدس میزد که فرداش ملک عبدالله فوت بکنه خب صدای همه در خیلی از حتی از همفکرهای خودشون هم به صدا در که آخه یعنی به خصوص که وقت نشریه که ادعای نشریه شوخی و اینا هم نداره نه نشریه جدی است. خب به حال یه دو, دو, کشور روابط دیپلماتیک دارن خیلی در واقع رقبای منطقه‌ای هستن ولی به هر حال روابطی دارن این که یک همچین خبری در تیتر یک بیاد به این شکل با این لحن یه مقدار عجیب بله بل این دوتا شاید بشه گفت این که الان دیدیم شاید روی های حکم دهنده تر هفته بود نه. اما فردا یا پس فردا بعد از این امروز که دیدید قانون در داخل خود چیز زمینه ای داره به اسم بی قانون بی قانون خود چه به شکل اون صفحه ای که دیدین در آورده بود و اینجا در واقع این احتمال جوابی هست به اون بله که یعنی اعتراض کرده بود به اون چیزی که اونا در حقیقت و تمام این صفحه ای که میبینید تمام این صفحه همینطوره یعنی ام. خبرهایی که داره دور صفحه اون بالا مسعود مرشی یه چیز نوشته اون یکی نوشته که... اگزوز و سماور و دیگران ام. اشاره به شعارهای امجدیه یکی این پایین نوشته یه بورس بده امو ام. به جای یه بوس بده به امو مثلا ام. بقیه مطالب هم با لحنی نوشته که... همون تیتر وطن امروز ادامهش تلقی به نوعی میکنه چارواداری دیگه خبر بلی، مرگش این هم در واقع اون گرفته رفته حتی تو آگهی ها اینا یه صف اول تنز بسته برای نشون دادن غیر متعارف بودن اون کار بریم سراغ مجله ها توی مجله ها زنان امروز رو هنوز خیلی هم میبینم که بر اساس سوابق بهش میگن زنان و دیگه حالا زنان امروز هست زنان امروز این دفعه خشونت زنان بر زنان رو موضوع خودش قرار داده یکی از دلایلی که این رو موضوع قرار داده است برای خودش به خاطر نم... نمایش یرما هست تئاتر یرماس کارگردان علی رفیعی که موضوعش همین اینه و به این دلیل این موضوع یعنی از موضوع به اصطلاح خشونت علیه زنان یه ذره بسته تر گرفته میگه توی همچه فضای خود خانم ها هم در بعضی از موارد در این موضوع نقش و سهم داره یه میزگردی داره درباره خشونت های سایبری علیه زنان بلد. خیلی خیلی, م... خیلی موضوع مهمه برا من موضوع برای من جالبه که این موضوع به حال موضوعی هست که الان این برای دنیا هم هنوز راجبش یعنی نه هست نسبتاً راجبش صحبت میشه کاملن. و خیلی جالب است که اینها الان به این موضوع اصولا روز به روز مجله جا افتاده تر میشه و به سابقه خودش که از اولم بیاد تونه زنان از اولم که اومد بود مجله خاندنی بود آیدین پورخامنه یک مصاحبه کرده است با چند تا چند تا آدم معروف از آقای لیلاز آقای مم. علی مطهری اردشی رستمی مم. اینا از اینا به فراهانی اینا پرسیده که شما خودتون هم خوشونت کردین با زن یا دخترتون سوال جوابشون چه بود بعد طبیعتا بیشتری ها میگن نه من اون نکردم ولی میبریتشون تو جزئیات میگه مثلا خوشونت لفظی چی بعد آقای فراهانی میگه خب من صدام بلنده میگه خب بلنده یعنی چی میگه با دختر خب مثلا با صدای بلند تذکر دادم گزارشم از یعنی گفتگویی هست با نیوشا توکلیان که روی جلد به اشتباه نوشته شده توکلی ام. که عنوان شهر هر بار به صفر میرسن و باز ما که نیوشا رو از 16 17 سالگی روزنامه روزن... زن اگه یادتون باشه بره. اول بار اونجاها ظاهر شد خب دیدیمش و این خیلی خیلی مصاحبه دلنشینی نیست درباره اینکه چرا تو ایران میمونه چرا با, با وجود که ازدواج کرده شوهرش هم خارجی ولی در داخل ایران هست اصولا برخوردش با عکس و میگه که اصلا اولش عشق و علاقه اینا نبودش من دانشگاه و اینا نرفتم درس این کارم نخوندم بله. و علت اصلیش این بودش که پدرم بیمار بود پدر مادرم آلمان بودن من و برادر تنها بودیم تو خونه من و من دوربینم پدرم داشت من این جذبم نکرد و در اون زمان هم معلوم نبودش که من بله یه دارم کارش عوض کرده از اینکه فقط خبرنگاری بکنه با, با دوربین رسیده به کار هنری کردم و دوربین کارهاش هم واقعا البته اون موقع ها هم در موقعی که کار خبری میکردم به هر حال پیدا بودش که در اون رو از دادگاه زیبا میبینه ولی این حس درونی عکساش از اولین بارهایی که من عکس رو دیدم میتونم بگم که اینطوری بود عکس به این پختگی فعلی نبود شاید کادراش به این نظم و اندازه فعلی نبود ولی عکس های جونی داشت که در حالت عادی دروشه یک تو تا مثال هم خودش زده در ارتباط با این موضوع خب بریم سراغ مجله بعدی مشق آفتاب مجله مشق آفتاب این شماره 87 هم مشق آفتاب هست میبینید که یک مجله هست با کاغذ خیلی خوب رنگی و چه مشی داره؟ از تفصیل آقای آقداشتو باید هستد که مشه هنری؟ نه درباره همه چی هستش به خاطر که شروعش با فیلم شروع میشه ام. بعد میره به نقاشی بعد میاد به موسیقی بعد میاد به ادبیات بعد میره ورزش بنابراین میشه گفت نشیه عمومی است جنگی هست به کاغذ شیج نداره عکساش فوق است و منتها اگر قرار بشه که یه ذره ذره بینونو تیزتر کنیم بریم تو همین،, همین تیتری که اینجا اومده و این عکس آیدین رو باعث شده تیتر هست از آغداشلو تا تناولی شما منتظر گزارشی هستید درباره نقاشی ایران که توش بگه که از آغداشلو تا تناولی که خیلی هم فاصله ندارد قاعدتا باید میشد از تناولی تا آغداشلو به خاطر که تناولی زودتر شروع کرد یه چیزی میخواد بگه دیگه لابد یه گزارشی تهیه شده است که میخواد بگه در این فاصله چه اتفاقاتی برای نقاشی افتاده اینطور نیست بلکه گزارش دو تاست یکی یه گزارشی است درباره رونمایی کتاب آقای آقداشلو کتاب این دو حرف که گزارش میخونیم که بله کتاب این دو حرف رونمایی شده آقای آغداشلو 68 ساله شده امرزا احمدی حرف زده برام بیزایی حرف زده اینه باید یه شما سوالی براتون پیدا میشه آقای آقداشلو همه جا به اصرار نوشتن متولد سی نوزنم بنابراین حالا میشه 74 سالش چرا 68 پس بعد زیر میبینی جلوتا میگه ای آقای بیزایی هم که ایران نیست بعد وقتی که زیاد میرید جلو میبینید این نوشته از سر تا تش برداشته شده از روزنامه سرمایه که روزنامه سرمایه هم دیگه مدت ها شده مم. بعد این تنها چیزی است که هست خب بعد میاد با یه فاصله این وسط یعنی مجله ها... یک تکه از روزنامه چهار سال پیش رو چاپ کرده بله ده. و بعد این وسط جکسون پولاک ده. میاد که معلوم نیست بین این دو تا بزرگوار چیکار داره میکنه بعد میرسه به <تصفح> آقای تناولی آقای تناولی اینطوری شروع میشه بزرگ از آق داشت تا تناولی جکسون پولاک اون وسط بل اونجا اون در مورد تناولی هم گزارش یه مصاحبه است که آزادی جعفریان کرده بود در روزنامه شرق و بعدش هم با تشکر از خبرگزاری مهر با تشکر اصطلاح این روزنما است که به جای منبع نقل شده میاد به جای اینکه بگه نقل شده از خبرگزاری مهر اما خبرگزاری است همه نقل میکنن از خبرگزاری ها ولی به حال تعلیف میکنن می نویسن یه تغییری پیدا میکنه اینکه این, این نوشته رو بدون توجه زمانش و اون وقتی که تعجب هم نمی کنین چرا که بعد از مدتی پاشایی اومده بعد از سه سال که ما فیلم پرویز رو دیدیم از برزگر فیلم خیلی خوبی هم هست اون البته مجله یه چیزایی هم مثل بخش موسیقیش که راجع به کوهن هست ام. و بخش خیلی خیلی جذابی داره داره این مجله خوشگلی است کاغذ خیلی خوبی هم داره کاش هیئت تحریریه خوبی هم داشت <تصفح> عروسک <ها که> سخنگو مجله <تصفح> عروس سخنگو یکی از بهترین مجلاتی است که شما ممکنه ببینید 288 شماره البته 288 جلد در نیومده ولی اینا شماره که بعضی از دفعات دو تا شماره میخوره سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران هست اینجا ماهنام است خب این اول گفته باشم تو تیترش خانم نعیمی زری خانم نعیمی که سردبیر صاحب امتیاز هستند میگوید که این مجله بچه هاست و روشن بسیار خوب که شبیه هم, هم هستن خیلی بعد اصرار عجیبی داره مجله به اینکه آ اگر که نامه ها یا این های بچه ها رو میفرستین توش ادیت نکنید چیزی هم بچه ها یاد ندیم بذارید نوشته و باشه بعد وقتی نقل میکنه نگار حامدی چهار پنج ساله این نقاشی هم که میبینین حسنا هیدری پنج ساله کشیده یکی بوده که نبود یه گوسفندی بود علف میخورد آب میخورد بعد رفت پیش بچه هاش. گفت شیر آماده شده بعد رفت و رفت و رفت بعد یک گرگ ناقلا اومد بچه هاش با چوب و با چکش رو کمر گرگ زدن با قیچی دومش رو چیدن خون اومد خیلط. اون موقع گرگ رفت خونه شون. مامان گرگ گفت وقتی خوب شد دومتو میدوزم گرگ دنباریده قصه ما به سر رسید کلاقه به خونش نرسید یکیش هم به خونش رسید یعنی <تصحیح> شما بعد این بقیه اینا هم با خط خود این بچه ها هستش یعنی واقعا واقعا میگم این حرف رو حالا یه تعدادی ترجمه داره ولی این طبیعی تر واقعا یاد و... شعرهای شل افتاده با, ه... با همون منطق بعد این دوستان. جواب نامه که این آخر سر هست یه پسری فرهاد گوهری راد برای سردبیر نوشته که من دوازده سالمه اهل استانی ازم هیچم علاقه ندارم درس رو ادامه بدم داستانک های جالبی نوشتم نقاشی هم کردم بعد از ه سال خاطرات هم نوشتم از ده سالگی شروع کردم چند تا رمان هم دارم می نوشتم. به راستش میخوام بدونین که من عاشق نویسنده شدم مثلا همین بهم میگم فراد باید درس بخونی تا دکتر بشی ولی من نمیخوام دکتر شم بعد جواب خانم نعیمی به او هم فوق العاده جواب خوبی است یعنی yani اولش میگه فراد جان همه خبرهای خوب و هیجان رو یه جا به من داده میگن این دکتر نمیخواد بشی برو نویسنده شد این زنگ انشا به قول خودش قصه ها و بعد انتخابایی که از کشورهای دیگه هم کرده است واقعا فوق العاده یعنی واقعا مجله به این سادگی با این حروف به این سادگی و با یک رنگ م. نه گلاسه نه چیزی واقعاً بله واقعا از این به نظرم واقعا نمیشه بله. رفت و مجله در آورد اگر که بریم به،, به نکته آخر برسیم. نکته آخر آخر رو اختصاص بدیم به اولین واکنش بزرگمه حسینپور به حادثه کشته شدن کارتونیستا این چهار کارتونیستی است که در پاریس کشته شدن بله. خب تو خبرها هم بود خیلی از بینندگان ما حتما میدونن بعضیشون بسیار معروفن در همه جای دنیا بعد اینجا نوشته شوت می پلیز یعنی به من شل با خنده بله هم دارن اینو میگن بله هم هم با هم همزمان هم بگم که در روزنامه بی قانون که الان یه بخشش دیدیم چند تا تو هم یه هفته که هستش و سه صفحه بوده است حالا یواش یواش جاشم داره میره وسط روزنامه آیدین سیرسری نوشته بود که مجلس ز... جواد ظریف خواسته که توضیح بده چرا جانکری در زمان مذاکرات و بازار امان رفته که یکی... یکی از سوالا این بود واقعا بله. که شما در حالی که اونجا مذاکره میکردید جانکری رفت تو بازار جانکری خیلی میره بازار کلا آره میره سوالی کرد قبلا توی وین رفت برای خانمش شکلات خرید آره اینا <applause> بعد حالا نوشته که خب اگر قرار باشه اینطوری به این دلیل بخوام احضار بعدی به وزیر اقتصاد میرسه نمایندگان میگن در دوره قبل آمریکا اونقدر ذلیل شده بود که توانایی کنترل قیمت دلار نداشت قیمت دلار هر روز بالا میرفت امروز چرا وضع اینطوری وزی بیاد سوال از وزیر ورزش چرا استیون جرارد اعلام کرده که در آخر فصل لیورپول رو ترک میکنه مگه من قانون نداره از, از وزیر دادگستری آقا شما یه دقیقه تو وزارت دادگستری چیکار میکنی نصر از وزیر مسکن چرا در شمال سقف خونه شیب داره از وزیر دفاع طراحان جناب وزیر اگه سوالی هست ما در خدمتیم وزیر دفاع نه فعلا سوال ندارم طراحان تعارف نکنید تو خدا ما شب شب قبل موندیم آماده ایم وزیر دفاع نه ندارم ممنون طراحان سوال لابد یه کارت زرد نشونمون بده به وزیر دفاع میگم برعکس شده وزیر دفاع میگه نمیخوام طراحان سوال میگن بلام کنیم برم فقط پس من یه موز برداشتم ممنونم آقای به حال هفته بود که برای روزنامه نگاران خیلی هفته خوبی نبود اما ممنونم از شما که باز هم در این هفته هم تونستین خنده به لب ما بیارید ممنونم از نظرات شما درباره برنامه های مختلفی که در تلویزیون رادیو و وبسایت میبینید همیشه برای ما میتونید نظراتتون رو بفرستید به بی بی سی دیدبان میتونید تویت کنید توییت های شما رو میبینیم به آدرس دیدبان@bbc.co.uk برای ما ایمیل بفرستید ایمیل هاتون رو هم میخونیم از طرف خودم و آقای بهنو تفته خوبی براتون آرزو میکنم شب و روز